ها سرخط چند خبر افزای شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به نزدیک به یک هزار در دو هفته پیش روی خطرات بسیار زیاد وجود داره زمینه رشد وایرس خصوصا در شهر کابل بیشتر میشه انتقادها از نبود ابزارها برای آزمایش ویروس کرونا. به بسیار زیاد است جی. اینطور مریزاس می دکتر خود از پش خلاص می کنم بیادر تو منفی است. نادیده گرفته شدن محدودیت های گشت و گذار رسوی شهر بندان. و گذشتن شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا از مرز یکصد هزار به ویژه برنامه کرونا خوش آمدین دکتر وحید مجروح معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان در استدیو هستن نخست گذرا بر چند بلاییت کشور و آمارهای مبتلایان و جان باختگان و بهبود یافتگان در این ولایت ها خواهیم داشت و سپس بحث را با دکتر مجروح آغاز خواهیم کرد در نخست ولایت هایی که آمارهای ویروس کرونا را تا اینجای کار ثبت کردن در صدر ولایت هیرات همچنان با 289 رویداد مثبت قرار دارد که شمار جان باختگان در این ولایت به هفت رسیده و بهبود یافتگان هم به هفتاد و یک کابل پس از هرات در جایگاه دوم فهرست قرار داره شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این ولایت به 218 رسیده شمار جان باختگان 11 و بهبودی یافتگان هم 26 پس از فراه کابل فراه چهار رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده خوشبختانه در این ولایت هیچ مورد مرگ و ناشی از کرونا تا اینجای کار وجود نداره بهبودی هم چهار سمنگان در رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده شماره بهبودی یافتگان در این ولایت شش مثل فراه در این ولایت هم هیچ جان باختی ناشی از ویروس کرونا وجود نداره نیمروز سی رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده شماره بهبودیافتگان یافتگان در نیبروز پنج است لوگر پنج رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده در این ولایت شماره جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 سیست و بهبودیافتگان یافتگان هم دو بلخ 26 رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده در این ولایت شمار جان باختگان ناشی از این ویروس یا بیماری کووید 19 به 5 رسیده بهبودی هم سی زابل یک رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده شمار بهبودی یافتگان در این ولایت دوست و شمار بهبودی یافتگان دوست جان در این ولایت تا کنون ثبت نشده غزنی دوازده رویداد مثبت را ثبت کرده شمار جان یک بهبودی یافتگان دو بدخشان یک رویداد مثبت و هیچ قربانی و به بهبودی یافته هم نداشته و در فرجام کندهار 92 روی داده مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده تا اینجای کار شمار بهبودی یافتگان در این ولایت دوست به ترتیب بیشترین آمارهای مثبت ویروس کرونا را نخواست حیرات سپس کابل و پس از کابل کندهار داره در کل شمار جان باختگان در سراسر سر کشور به 131 رسیده رویدادهای مثبت ویروس کرونا در بخش های گوناگون کشور به 966 رسیده و شمار جان باختگان هم سی و البته شمار بهبودی یافتگان 131 بوده یک گزارش درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا و آمارهایی که تا اینجا در کشور ثبت شده ببینید سپس بحث با دکتر مجروح باز هم بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل ثبت شده است آمارهای تازه وزارت صحت آمن نشان دهند که از 63 رویداد تازه ویروس کرونا 31 رویداد آن در کابل بوده است وزیر صحت ساعت آمه هشدار می دهد که روزهای دشواری در پیش است. در دو هفته پیش روی خطرات بسیار زیاد وجود داره. زمینه رشد وایرس خصوصا در شهر کابل بیشتر میشه. وقوع بحران شاید در خانه های ما، شاید در کوچه های ما و شاید هم در شهر ما به اتفاق بپیونده. دیگه از او خاطر باید آماده باشیم برش. و بهترین رایش این میست که ما اجتماعات جلوگیری کنیم رفت آمد کم بکنیم از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان یک شفاخانه خصوصی شهست بستر را با تمامی امکانات برای درمان بیماران, بیماران بیماری کووید 19 در کابل در اختیار وزارت صحت آمه گذاشت متاسفانه که افغانستان هم دمی مرض فیلن برابر شده به می ارتباط ما خواستیم که با وزارت ستامه کمکی کرده باشیم نی تداوی داره و نی هم واکسین داره یگانه رایش همکاری مردم است و اینمی نو همکاری ها هم میتانه دولت مردم قوت بته تا با این پدیده مبارزه کنه در همین حال شهردار کابل می گوید که در همکاری با وزارت صحت آمه ۲۱ هزار بستر برای تجرید بیماران کووید 19 فراهم خواهد شد. نه تنها 10000 هزار بستر برای کسانی که در اونجا تجرید باید داشته باشند برای مراکز تجرید بلکه 11000 هزار بستر دیگر ما هم جایش جستجو کردیم که جمعا برای کابل شاروالی کابل می زمینه ساختن در حدود 21 بستر برای تجریدگاه ها با وجود بیماری کووید 19 تا اکنون در کشور جانهای 33 تن را گرفته است و 131 تن دیگر بهبود یافتند اما وزیر ساعت آمه از مردم می خواهد که برای روزهای دشوار آمادگی بگیرند دکتر وحید مجروح موین ارزی خدمات وزارت سطح آمه افغانستان برای بحث در استدیو و حضور دارن مجروح خوش آمدین بسیار به برنامه وقتان بخیر در 24 ساعت گذشته اقدامات تازه برای مبارزه با ویروس کرونا چست تشکر ما حضور شما و حضور بیننده محترمتان عرض سلام و وقت بخیر دارم در 24 ساعت گذشته حد وسط حدود 285 تست انجام شده 63 تا مثبت بوده در کنار از او در شفاخانه افغان جاپان که در کابل مستقر هست تعداد بیمارا افزایش یافته به این که اعتماد مردم نسبت به این شفاخانه آرام آرام رو به افزایش هست مراجعه مردم بیشتر شده قصر دارلمان به عنوان یک مرکز تجریدگاه بر او تعداد افرادی که وقت خفیف و متوسط تشکیل میتن آماده ارزی خدمات شده و امشه و اولین گروه از او تعداد شهروندایی که در نزدشان کیس مثبت بود از جمله خانواده دکتر آریوبی خدا جایشان را جنت بگردن اونجا انتقال شدن آمادگی تمام تام به خاطر افتتاح شفاخانه دوم به خاطر واقعات شدید یا کریتیکال در شفاخانه جنا روی دست گرفته شده که ان فردا یا پس فردا افتتاح میشه به کمبود ملحقات کیت تش... تشخیصی رسیدگی شده با مشکلات بسیار زیاد ما تانستیم که خوشبختانه یک مقدار امروز شام دریافت کنیم یک مقدار فردا صبح برای ما میرسه یک مقدار پس فردا و دوباره انجام تست در سراسر افغانستان در تمام لابراتوری که قبلا فعال بوده آغاز میشه برنامه ریزی های وسیع به خاطر رفع خلاها و همچنان بهبود کیفیت خدمات و در کنارش گسترش ظرفیت خدمات تشخیصی در افغانستان روی دست است که از طریق پروژه‌ای که بانک جانی در صدد همکاریش هست و بانک انکشاف آسیایی تلاش بریست است که این سرمایه‌گذاری به نحوی انجام بشه تا ظرفیت سیستم سی افغانستان به خاطر رسیدگی به مشکلات صحی که شامل اپیدمی و است به مراتب نسبت به گذشته افزایش پیدا. به صورت کل در دو, دو سال گذشته یک بازنگری بسیار عمده و جدی در ابعاد مختلف شیوه مبارزه با کرونا انجام یافته یافته های بسیار خوبی را ما یافتیم درس های آموخته شده بسیار خوبی از سه ماه گذشته روی دست هست بر رویت شواهد موجود از موافقت هایی که داشتیم خلاهایی که موجود بوده پلان های عملیاتی کوتاه مدت به خاطر رسیدگی بسیار عاجل و سریع به واقعات نیازها و همچنان برنامه که رویدس هست آماده شده بسیار <applause> خوب بحث افزایش ظرفیت فکر نمی که دیر است باید بیشتر اقدام می شود. بستگی داره که دیر چگونه تعریف می کنیم با کدام مبنا مقایسه می و از گذشته چقدر به یاد داریم حداقل دو ماه یا دو ماه گذشته ظرفیت تست کرونا در افغانستان صفر بود هیچ عدد پلوش نبود صفر بود امروز حدود 1500 تست ما در افغانستان ظرفیت انجام شده داریم تست کرونا تست پی سی آر هست یعنی یکی از پیشرفته ترین مغلق ترین پیچیده ترین تست هایی که در لابراتوری پاتولوژی قابل انجام هست در کنارش مشکل دیگه که موجود هست کمبود منابع در مارکت منطقه و دنیا هست ما از این شما چالش میدم اگر ما حاضر باشیم که یک سواب و یا یک قوطی بسیار کوچکی که وی نام داره و یا تست آر اکستراکشن به 10000 دلار یک دانش خریداری کنم هیچ تجار موجود نیست که در یک هفته بتوانم بر ما پیدا کنه سازمان سی جان با این مشکل مواجه هست افزایش ظرفیت در شرایط نورمال در مقایسه با افزایش شرایط و ظرفیت در شرایط بحرانی به مراتب مشکل تر است ما اگر در شرایط بحرانی تونستیم ظرفیت از صفر به 1500 برسانیم به این معنی است که در وضعیت نرمال می توانستیم از صفر به 150 هزار برسانیم بسیار خوب در 24 ساعت 1500 نه در 24 ساعت تو گذشته من قسم قبلا براتون توضیح دادم اولا که ام احتمامات به خاطر ایجاد اعتماد نسبت به مراکز ما روی دست گرفته شده ظرفیت تست قبلا 1000 بود امروز 1500 شده در روز در, ی... در یک روز در افغانستان کم اقلام یا ملحقات تست رفع شده روی دو طرح دیگه کار شده که انجام تست سریع هست از فردا شروع است ان ما منتظر بسته های بزرگترش هستیم در حال خریداری هست به صورت بسیار وسیع و سری جلالت ما رئیس جمهور دیشب یک بودیجی دیگه را به خاطر اختصاص دادن تا از کشور چین ما به صورت مستقیم وارد کنیم روی ماشین های جن اکسپرت امروز دوباره با سازمان سی جهان بحث شد اگر ما بتانیم جانب آمریکایی را کشور آمریکا را کمپانی تولید میکنه قانی بسازیم چون یک کمپانی در دنیا تولید میکنه و حاضر به فروش بر فعلا نیستن از طریق سازمان سی جان از طریق آقا ما اقدام کردیم اگر بتانیم اینا را بسازیم که به افغانستان بفروشن 65 دستگاه جن اکسپرت در افغانستان فعال میشه که قبل از قبل موجود هست کارمندش آموزش دیده هست و فقط نیاز است که ما کارتریج وارد کنیم این میتونه یک افزایش بسیار وسیع و موثر را در انجام تست انجام بده ولی به هر صورتش سه استراتژی فعلا روی دست است پی سی آر انجام میشه رپید تست از فردا صبح شروع هست جن اکسپرت در صورت کارتریج بر ما برسه آغاز میکنیم در کنار از او از طریق پروژه بانک جانی و پروژه ای دی بی که فعلا در حال طی مراحل هست یک اندازه وقتگیر هست ولی 15 لابراتوار نو در افغانستان ایجاد خواهد شد ظرفیت لابراتوارهای موجوده افزایش خواهد یافت با سکتور خصوصی در مفاهمه هستیم که در صورت که بتانیم مواد مصرفی را وارد کنیم از ماشین های پی سی آر رو که در سکتور خصوصی است موجود استفاده کنیم یعنی در 24 تا 48 ساعت گذشته تمام نیرو و ظرفیت موجود در افغانستان بسیج شده تا ما دیگه شکایاتی را که در رسانه ها داشتیم در سطح فیسبوک هم داشتیم تکرارش در حد ممکن در ظرفیت موجود نداشته باشیم ظرفیت 1500 آزمایش در روز وجود داره اما افزارش نه. تا حال بنابرا کم بوده که در کل است. از امشب و فردا ما دوباره ابزار دریافت کردیم سر از فردا اولین اقدامی که میشه تمام تست هایی که پندینگ هست معطل هست انجام خواهد شد به صورت برنامه ریزی شدن نیاز موجوده مرفوع خواهد شد تست سری به صورت وسیع انجام خواهد شد ما یک نکته رو بسیار واضح بیان میکنم در بدترین شرایط مسئولیت بر گرفتیم 7 تا 10 روز یا 14 روز آینده روزهای بدی خواهد داشتیم به چند دلیل یک انتشار ویروس بیشتر خواهد شد دو به دلیل قلت ما، اقلام ما، که قبلا روش صحبت شد و زمانگیر بودن و وارد کردنش انتقاد یک تعداد از شهروندان خواهد داشتیم ولی تعهدی که داریم است که با برنامه ریزی که انجام یافته با تعداد کافی و انتلیتر وارد افغانستان میشه با تعداد کافی یعنی بیش از 100 هزار کت در یک بسته وارد افغانستان میشه به اون پی سی آر 100 هزار کت رپید به افغانستان وارد میشه و تمام تلاش میکنیم که 14 روز 13 روز کنیم 13 روز 12 روز کنیم به هیچ عنوان مطمئن باشین که کسایی که در رهبری وزارت صحت عام است ها تمامشان حیثیت و عزت و غیرت دارن حاضر نیستن که دیگه انتقاد را از شهروندی که مستحق است با ویروس کرونا خطر ابتلاش وجود داره یا ابتلا شده خود خود با جانب خود خانواده خود و یا سکتور صحت داشته باشند تمام تلاش صورت میگیره تا از منابعی موجوده به شکل موثرش استفاده بشه و دیگه به داد شهروند به شکل موثر رسیده بشه بسیار آقای مجروب سوء تفاهم نشه حیثیت و عزت کارمندان صحی و مقام های صحی کاملا محفوظ است پرسش ها خاص به خاطر جلب توجه بیشتر از تست سری نام بردین که اقدامات روی دست گرفته شده همون تستی که در ظرف 7 دقیقه مشخص هفت 14 دقیقه 7 ساعت چار. هفت و 47 تا 14 دقیقه بسیار خوب بسیار خوب که بازدید بر صاحب از افزایش آزمایشگاه ها در کابل هفته پیش سخن شد سخن زده شد در همین شب هفته پیش آقای نظری همکار شما مهمان ما بودند تشریف آورده بودند گفتند که پنج آزمایشگاه فردا همان شب یعنی دوشنبه هفته پیش در پنج بخش کابل فعال میشن شده ما مطمئن هستم که سوی تفاهم صورت گرفته پنج تیم سکرینینگ یا غربالگری ما مصاحبه شون مشاهده میکردم در امون شب فعال شد فعلا در کابل 22 مرکز مشابه غربالگری یا سکرینینگ داریم در شب که صحبت میکردن پنج تیم فعال شد به خاطر نمونه گیری 22 تیم فعلا در کابل داریم فردا ما نشست دیگه با والی صاحب کابل داریم یک بازنگری بسیار ویژه و جدی در ظرفیت اجرایی ما در ستامی کابل میاد ما باور ما بر است که حجم نیاز در کابل به مراتب بیشتر از ظرفیت موجوده در ریاست ستام است و در تفاهمی که با والی صاحب داریم و شاروال کابل داریم تلاش ما بر است که ما کابل یک نمونه بسازیم به خاطر واقعیابی فعال خواهش ما از شهروند است که در قسمت رعایت فاصله گذاری اجتماعی تنها در جادای مرکزی کابل در وزیر اکبر نی بلکه در دیمزنگ در کوتی سنگی در علاودین در کمپنی در اینا با ما همکاری کنند زمانگیر زمان شدن ب... ب... نتیجه آزمایش یکی از انتقادهای جدی است ولی فاریاب دیروز گفته که به دلیل طولانی شدن زمان اقامت افراد مشکوک در بیمارستان و گرفتن نشدن نمونه ها برای آزمایش قرار بود چند تن از افراد مشکوک ترک شفاخانه بکنن از حیرات امروز خبر رسید که نبود افزار تشخیص که داری باره گفتین که قابل رفت است اما معتل شدن یا زمانگیر شدن نتیجه آزمایش دلیلش چی است؟ ما قسم قبلا خدمتتون عرض کردم در چالش ساعت گذشته ما یک بازنگری یک بازخانی بسیار وسیع و عمیق تمام سیستم داشتیم. ما تمام چرخه جریان یا حرکت سمپل از زمانی که از بیمار گرفته میشه تا زمانی که به لابراتوار مربوطه انتقال میشه دوباره جواب از به مریض و به دکتر معالج از میرسه ایر مورد مطالعه قرار دادیم در بخش های مختلف تاخیر موجود بود تاخیر به قسمی نیست که تنها در یک واحد وجود داشته بوده باشه یکی از عواملش تنها عاملش نی یکی از عواملش کمبود مواد بوده که سبب شده مثلا در لابراتوار کابل یکی از عاملی است که تعداد سامپل بیشتر آمده و مواد کمتر بوده که خوشبختانه با تلاش صورت گرفت ما براتون خیلی با وضاحت میگم که مواد که فعلا ما دریافت میکنیم به تمام نیاز آنی در از مدت ما را برآورده نمیسازه ولی برای فعلا او تعداد واقعاتی که بسیار مهم است اونات انجام خواهد شد در سه تا چهار روز باز بسته دیگه بر ما میرسه ولی به صورت کوتاه تمام حلقه حرکت نمونه یا سمپلک گرفته میشه در سیستم سیهی و ترانسپورتی ما مورد مطالعه قرار گرفته نقاط ضعف شناسایی شده و تلاش ما برای که ما دیگه به واسه 13 روز در 13 ساعت نتیجه انتقال بتیم به واسه 8 روز در 8 ساعت انتقال بتیم تست سری یکی از ابزار دیگه است که در مواقع و جایی که ما میفهمیم که بدلایل معقول و معجه تاخیر در انتقال سمپل و در تست وجود خواهد داشت از تست سری به صورت آنی استفاده میکنیم و این میتونه راه حل بسیار معقول و منطقی بشه بسیار خوب زمانگیر شدن نتیجه آزمایش و روشن شدن نتیجه بحث گردش ویروس گردش در شهر مطرح هست این تاخیر مشکل ساز خواهد بود تاخیر قابل توجیه نیست مطمئنا تاخیر موجب بی تفاوتی فردی که مشکوک هست موجب بیقرار شدنش موجب حرکتش در بین خانواده و جامعه میشه پیام بر شهروندایی بوده به مجرد که اراز علائم نزدشان پیدا میشه و یا شک ابتلا به ویروس است باید که قرنطین شن و در خانه و یا در یکی از مراکز ما خوشبختانه ما دیگه در کابل و در ولایات مراکزی را ایجاد کردیم که هم در اونجا افراد مشکوک میتونیم نگهداریم و هم او تعداد کیس های مثبتی که هیچ اعراض علایم ندارن ولی ویروس در نزدشان مثبت بوده تست مثبت بوده اونا رو ایجاد کردیم اینا یا در قدم اول که تاکید بسیار جدی و عملی که نیاز شا... مزارفیت ما بریست که هنوز نیاز مزرفیت شفاخانه ما مشبوع نشده این شهروندای ما میتونن که به این مراکز مراجعه کنن و در اینجا تمام خدمات رهایشی برشان فراهم شده در کنارش تیمای سی, سی موجود هست در صورتی که استثناءاتی را اینا قائل میشن و میخوایم به خانه بمانن تا زمان رسیدن نتیجه تست هم باید اینا از تماس با دیگرها و جلوگیری کنن و در کل شرایط قرنطینه و تجرید رعایت کنن در غیر از اون مطمئنا چی نتیجه تست رسیده باشه چی نرسیده باشه یعنی انتقال نتیجه تست وضعیت عوض نمیکنه شما خدای نکرده اگر ویروس در وجودتان موجود باشه از این لحظه وقتی که ما سمپل گرفتیم حتی اگر یک ساعت هم تاخیر داشته باشیم در یک ساعت شما رو توجه کرده نمیتونید که نتیجه چون به من نرسیده ما چکر میزنم شما باید که در قرنطینه باشین تلاش شما مسئولیت ما به عنوان مسئولین وزارت صحت ما بریست که این فاصله رو کوتاه بسازیم دقیقا ما در امریکا زندگی نمیکنیم، ما در هندوستان زندگی نمیکنیم، و ظرفیت های ما محدودتر است ای این قابل انکار نیست مردم در یک خلای و یا در یک فضای اعتماد کاذب قرار دادن موجه نیست ولی تاکید ما بر است که ما تمام تلاش خود می کنیم که دیگه به جای 13 روز در 13 ساعت نتیجه برسه در صورتی که اونجا در اخیر موجه و معقول موجود بود و امکان حلش نبود تست رپید بهترین گزینه است مثال بسیار عملی شما در 24 ساعت گذشته در شهر کابل برتان مثال میتونم تونم معمی لحظه که حضورتان می آیم. از خانه شهید دکتر آریوبی میایم، فامیلی که سر ما شکایات و در رسانه ها شاهد بودیم فامیل دردمند هست متاسفانه سه تن از اعضای خانواده شان به دلیل ابتلا به ویروس و کرونا شهید شده 46 تن از اعضای خانواده شان مصاب شده ما با استفاده از تست رپید دیروز تانستیم پنج کیس مثبت دیگر در خانواده شناسایی کنیم امشب ما به خانه شان به خاطر همدردی به خاطر تسلیت و به خاطر دلداری رفته بودم و اونا رو خوشبختانه تانستیم خانه بسازیم که به مرکز تجرید ما در قصر دارلمان که هویت و عزت افتخار وطن هست و امروز آرامشگاه و تجریدگاه شده بر بیمارای کرونا به اونجا انتقال دادیم نکته بسیار مثبتی است که با رضایت کامل امشب در اونجا هستند. تمام این نتیجهش از متوجه انجام تست رپید هست اگر ما دوباره ایره معطل میکردیم تست پی سی آر باز حداقل 48 ساعت و... یا 24 تا 48 ساعت وقت میگرفت دوباره ما شکایات دیگر داشتیم در نزدیک که 5 کیس مثبت ما تست پی انجام میدیم که در صورتی که اگر یک کیس اشتباه شده باشه 4 تا دیگه مثبت است در... در نظر داشته فیصدی حساسیت و اختصاصیت تست های رپید پیام که به صورت واضی به مردم خود دارم که منابع محدود است اقلام تست بسیار محدود است ولی در ظرفیت موجود در محدودی توان وزارت ساعت دگه دیگه ما تلاش ما بریست که فضای خالی خلای را ایجاد نکنیم که شهروند ما برو انگشت بگذاره و بعد از او وزارت ساتاما ملامت صحنه بیرون شد خواهشم از رسانه های محترم است که در کنار ازی که تمام پیام های انتقاد نشل کردن که ما هر انتقاد شهروند خود بردودی میپذیرم و امروز به عذرخواهی به خانهش رفتیم تمام فعالیت های مثبتی را هم که انجام بهبود و بهبودی که در وضعیت ایجاد سر... میشه ایره منعکس بسازه چرا با آقای مجروح دکتر آریوبی هفته پیش جانش را باخت امروز خانوادهش تا به تجریدگاه انتقال دادین و پنج تست مثبت از خانوادهش مشخص ساختین باز میپرسم کارها بسیار با تأخیر انجام نبیشن در سه ماه گذشته فعالیت های گسترده انجام شده ولی هر هر فعالیت که شما در شرایط بحران انجام میتن امکان بهبودش هست شما تغییرات که در وزارت صحت عامه اومده ابتکارات روی دست گرفته شده حتما برای اینا مطمئنا در رقبش توجیه موجود خواهد بود نکته ای که ما میخوایم روش تاکید کنیم است که به مجرد که مسئولیت ما بر عهده گرفتیم واحد نو آی سی در شفاخانه افغان جاپان ایجاد شده ما گراف ورود مراجعه مریض مشاهده میکنیم از روز تعداد مراجعین مریض بیشتر شده به ای شفاخانه تلاش ما بر است که دیگه اولین کار که ما به عنوان موین ارزی خدمات سی مسئولیت شد دارم که من مطمئن شم که شفاخانه کووید نزدی ما محل مناسب و مورد اعتماد بر شهروند است در قدم دوم از شهروند می خواهیم که دیگه در خانه خود ن... نمانن و بیان به شفاخانه ما مراجعه کنن ما مسئولیت داریم در محدودی امکانات موجود بهترین خدمات سی را با عزت و احترام بر مریض فراهم کنیم. شما موفقیت چارزو دارم براتون اما امروز شما بیشتر از مشبور نشدن شفاخانه ها تا حال سخن گفتین اما حتما خبرها را دیدین اگر نه شهروندان انتقاد داشتن که در شفاخانه افغان جاپان بگونه پزشکان به قول معروف تیرشان را میارن از بیمارها. یک نکته دیگه را که من نمیخواستم میره همین لحظه بس کنم ولی نیاز است با شما و با شهروندهای خود شریک کنم کوتاه. ما خاک پا قربان او دکتر او نرس او قابله میشم که در این مرحله حساس میایه به شهروند ما با شجاعت شهامت و اخلاق ارزی خدمات میکنم اموک ډاکټایمه امو پرسونل سييمه ک تمام اهتمامات مطابق پروتوکول د بریچوم برشمیتم بر محافظتش او می خدمت میکنم د پالوی ازي ما دره اقل در 48 و 72 ساعته گذشته شاهد موارد هستیم ک نظارت کردم ما خودم مطابق اصول دبلیچو تمام اقلام محافظتی بر داکتر داده شده ولی هنوز هم داکتر در او شفاخانه حاضر برزی خدمات نبوده در این قسمت وزارت ساعت در کنار ازی که از تک تک پرسونل سیدی تقدیر میکنه در مواردی که داکتر موزی را مشابه و اسکر که در موزی جنگ خالی میگذاره تفنگش مرمی داره سلا داره و او تمام های خود به شهادت میته در مقابل دکتری که موزیر خالی بگذاره وزارت صحت عامه اقدام جدی کرد تشکر آقای بسیار کوتا بحث بس مهم بود اما فرصت باقی نمانده آزمایش های غیر ضروری و چیزی که دیروز مطرح شد حواسانه همچنان روبرو هستین با این مشکل ما تلاش است که انجام تست معقول بسازیم در مواردی که بسیار حتمی است انجام بدیم ولی به این معنا نیست که تستایی که انجام شده تمام از اینا به صورت غیر معقول انجام شده به دلیل محدودیت منابع به دلیل دلیل افزایش نیاز تلاش ما بر که ما قسمت تست انجام بدیم که منابع ملی زیاد زای نشه ولی در عین وقت شهروند محروم نشه تشکر دکتر مجروم و این عرضه خدمات سی وزارت صحت عامه که به برنامه تشریف آوردین ادامه برنامه هم بعدتر برنامه خوش آمده نخست گزارش از چگونگی شیوع ویروس کرونا در جهان میبینید عصر روز یک شنبه در بیش از 200 کشور جهان بیش از 160 هزار بیمار کویت 19 جان باختند اما اروپا با داشتن بیش از 100 هزار قربانی دو سوم قربانیان بیماری کووید 19 را در جهان دارد اسپانیا با داشتن بیش از 195 هزار رویداد مثبت ویروس کرونا بلندترین آمار مبتلایان به این بیماری را در اروپا دارد اما شمار مبتلایان بیماری کویت 19 در امریکا بیش از 3 برابر برابر است. ما همچنان گواه ادامه شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در کشور هستیم اما باید بدانیم کرده که عملکرد هر یک در جامعه اثر دارد اما در کره جنوبی برای نخستین بار هشت رویداد مثبت ویروس کرونا ثبت شدند و این کمترین آمار مبتلایان در دو ماه اخیر است که در این کشور ثبت شدند کوریای جنوبی با داشتن بیش از یک هزار مبتلا به ویروس کرونا و بیش از 200 قربانی بیماری کووید 19 از محدود کشورهایی است که شمار کم مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را در جهان دارد. از هشت رویداد تازه ابتلا به ویروس کرونا که دیروز ثبت شد پنج رویداد آن از بیرون از کشور وارد شدند و تنها سه رویداد آن در داخل کشور بودند. از سوی هم اینجا در ترکیه در بیش از 31 ولایت این کشور هفته دوم قرنطینه آغاز شده است بیش از 82 تن در ترکیه به ویروس کرونا دچار شدند که بیشتر از شمار مبتلایان در ایران است در ادامه میریم به آمارها به ویژه آمارهای مثبت ویروس کرونا و مرگومیر ناشی از این ویروس در جهان با ترتیب اطلاعاتی که دانشگاه جان هاپکنز امریکا در دست داده شمار مثبت ویروس کرونا در سراسر دنیا یا جهان به و ملیو رسیده تا حال به ترتیب بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا را تا اینجای جای کار یالات متحده آمریکا داره 735366 رویداد مثبت پس از یالات متحده آمریکا اسپانیا در جایگاه دوم قرار داره 195944 رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده ایتالیا در جایگاه سوم قرار داره 175000 925 رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده فرانسه در جایگاه چهارم 152978 رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده پس از فرانسه آلمان جایگاه پنجم را به خودش اختصاص داده رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این کشور به 144348 رسیده بریتانیا پس از فرانسه بیشترین بیماران کووید 19 را داره 121168 بیمار کووید 19 در بریتانیا ثبت شده چین که خواستگاه ویروس کرونا بوده و نخستین کشور بود که دامنگیر این ویروس شد پس از بریتانیا بیشترین رویدادهای های مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده در چین رویدادهای های مثبت ویروس به 83805 رویداد رسیده پس از چین ترکیه بیشترین آمار را داره شمار رویدادهای های مثبت 82329 پس از ترکب ایران بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا را داره 82211 رویداد ثبت شده پس از ایران روسیه 42853 رویداد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده بلژیم 38496 رویداد مثبت ویروس کرونا را تا اینجای کار ثبت کرده پس از بلژیم برزیل بیشترین رویدت های مثبت ویروس کرونا را داشته تا اینجا کار شمار رویدت های مثبت ویروس کرونا در این کشور به 38496 رسیده گزینه بعدی آمارهای قربانیان ناشی از ویروس کرونا است در سراسر جهان در کل 162000 هفتاد تن در نتیجه ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادن بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را ایتالیا داشته 23277 تن در این کشور جانهایشان را از دست دادن پس از ایتالیا اسپانیا بیشترین رویداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را داشته در ایتالیا اسپانیا شمار و میر به, به 20,453 رسیده فرانسه پس از آسپانیا بیشترین قربانیان ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 را داشته در این کشور شمار رویدادهای مرگومیر و یا هم تلفات ناشی از ویروس کرونا 19,323 ثبت شده پس از فرانسه بریتانیا در جایگاه چهارم قرار گرفته از رهگذر مرگومیر ناشی از کرونا شمار در گذشتگان در بریتانیا 16060 است پس از بریتانیا ایالات متحده آمریکا بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را داشته شمار قربانیان در این کشور 13157 است پس از آمریکا بلژیم قرار گرفته در فهرستی که دانشگاه جابهام قرار دارم در بلژیم شمار جان باختگان 5683 ایران پس از بلژیم قرار داره در این کشور 5111 تن در نتیجه بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادن پس از ایران آلمان بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا را داشته در ایران آلمان شمار مرگ با به 4547 رسیده هوی چین که خواستگاه این بیماری بوده و از این ایالت منتشر شد ویروس کرونا به سراسر سر جهان تقریبا شمار مرگومیر چه 4512 است برزیل پس از نیدرلند که در نیدرلند 3648 تن و در برزیل 2372 تن جان باختند به ترتیب کشورهای با بیشترین آمار تلفات ایتالیا اسپانیا فرانسه بریتانیا و ایالات متحده امریکا است و از ره گذر رویدادهای فعال و شمار بیشترین آمار قربانیان ویروس کرونا در صدر ایالات متحده امریکاست در ادامه بس درباره چگونگی ویروس کرونا در جهان و مبارزه با این ویروس در بخش های جهان بس می کنیم مهمان در این بخش دکتر نصیر احمد جالب متخصص امراض داخل است که در برنامه با ما پیوستن آقای جاله به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین وقتان بخیر تشکر که وقت گذاشتین به برنامه درباره گردش ویروس کرونا در جهان میخوایم از شما بیشتر بفهمم ظاهرا تا اینجای کار هم با شدتش جریان داره و هر روز مهار نشده اول سلام خدمت شما و کارمندهای تلویزیون تلو و شنونده ها و بینده های عزیز و نهایت دوست داشتنی تلویزیون زیبای تلو خب ملحبا. اما تو که شما گفتین و راپور دادین که انوز هم جهان در خطر قرار داره و هر روز کیس ها فراوان هستک که دیروز ما 485 کیس تنها در کانادا داشتیم که امروز 569 کیس شده در یک روز تفاوتش یعنی انوز هم دامنگیر ما هست نه تنها دامنگیر ما هست که به با شدت بالا میره متاسفانه با وجود از که به مو شدت خود بالا میره ما کمپانی ها یا پروژکت ها یا فرم های هستند که تقریبا در حدود 80 فرم هستک که با شدت کار میکنن که یک راه حل به خاطر تداوی اگر واکسین نشه حداقل به خاطر تداویش پیدا شود که خبرای خوش هم وجود داره بسیار خوب در بحث راه حل به خاطر درمان و یا واکسین پسانتر از شما میپرسم در حال حاضر دلیل شدت انتشار چه است کشورها در قرنطین به سر میبرند گشت و گذار محدود شده مبارزه با ویروس هم بسیار جدی جریان داره بله ببینید وقتی قرنطین میگم قرنطین دو شکل هست ما باید یک خبر خوش هسته هست که جرمنی با وجود از اینکه تعداد کیساش فوق زیاد هست که بیشتر شما گفتین با حساب از لحاظ کیس اگر ببینیم با اسپانیا اوقدر تفاوت نداره اما از لحاظ تلفات اگر ببینیم بسیار زیاد تفاوت داره یعنی جرمنی تا تعداد تلفات خود در حدود هزار نگاه بکنه تقریبا نزدیک به 5000 در حالی که از اسپانیا بالاتر از هزار نفر شده دلیلش که که در اسپانیا بود تا قرنطینه که در جرمنی بود تفاوت داشت جرمنی مکمل نظام خود آورد از خود خدا آورد با تانگ و با وسایل نظامی دروازه ها را بسته کرد هیچ کس اجازه نداد که از خانه خود بیرون بره به همه کس هر چیزی که ضرورت بود به خانهش مهیا ساختن حتی دکتر متخصص هر چیزی که بود برشان میرساندند و یا که میزان مرگ می را پایین نگه دارن. اما در کشورهایی که قرنطین صرف به نام هست مثلا در افغانستان و تا یک اندازی در کشورهای دیگه مثلا در کانادا انوز هم ما میبینیم فامیلا رو میرن بیرون حتی دیروز هوا یکم گرم بود بخی کاملا میدیدن روی سرک پر بود مردم بخی بیرون برامدن بخاطر به خاطر که هوا خوب تر شده بود پس مراعات نکردن قرنطین با میشه که شدت بیشتر شد و ما در یک روز تفاوت شدیدیم شد مثلا دیروز 485 نفر بود امروز 569 نفر در یک ولایت کانادا که در آنتریو ما زندگی میکنیم در ایج تفاوتش به این اندازه بود پس کشورهایی که نمیتونن قرنطینه به شکل باید و شایدش اجرا بکنه و مردم مراد نمیکنه طبیعی است که شدت بیشتر میره تعداد تلفات ما متاسفانه زیادتر میشه چون خوب باید گفتین که به آلمان تانسته جلوگیری بکنه از مرگ میره بیشتر ناشی از ویروس کرونا بحث اصلی در این کار کمبود تجهیزات به ویژه دستگاه تنفس مصنوعی در میان است با وجود این چالش راه های دیگر بر جلوگیری از افزایش آمار تلفات موجود است؟ ما سوالتان را نگرفتم تلاش برای جلوگیری از افزایش آمار تلفات نیازمند تجهیزات است مؤثرترین ترین و بله. نیاز برای جلوگیری از تلفات دستگاه های تنفس مصنوعی است که در بسیاری از بله. کشورها چالش ساز شده چگونه آلمان تانسته با وجود این چالش کنترل بکنه افزایش آمار تلفات را بسیار سوال جالب هست جرمنی تانست که تعداد تست های خود زیاد بکنن یعنی مثلا در اکثریت کشورها کوشش میکنن که یعنی به صورت عموم هر کس تست نکنن به خاطر که کت های تست بسیار قیمت تمام میشه و مقدارش بسیار کم هست که خوشبختانه جرمنی داشت و زیاد داشت و مصرف بیش از حد کرد انوست بسیار زیاد کرد و هر کسی که با یک علامه بسیار خفیف مراجعه میکرد او تست میکرد و در مراحل ابتدایی تداوی بسیار نتیجه خوب میتد تا ای که یک شخص در یک مرحله برسه که به او ونتیلیتر ضرورت باشه به یک شخصی ضرورت میشه که او خودش دیگه از کار مفته به این که یعنی خودش تنفس نمیکنه ماشین برش تنفس میکنه پس یک مرحله بسیار آخر هست یعنی مرحله است که ما از عمل گذشتیم کاملا پس جرمنی تانست که مرض یا مشکل یا ویروس در مراحل ابتداییش گیر بکنه و در مراحل ابتداییش از بین ببرش و یک کار بسیار خوب هست منطقی هست مصرف اثر کتاب بیشتر بکنن تشخیصات در ابتدا صورت بگیرد تا ای که بسیار دیر شد و ما, ما از ماشینا و مصارف گذاف بکنیم که نتیجه باز نمیده بسیار خوب در کشورهایی که بیشترین آمار تلفات و مرگومیر و همچون همچنین رویدادهای مثبت ویروس کرونا را دارن یکی شیالات متحده امریکا است کشور دو تریلیون دلار اختصاص داده بر مبارزه با ویروس کرونا در بخش های گوناگون شبیه اقدامات و برخوردش با این پدیده مشکل داشته چند امکانات بیش از حد در دسترس است متاسفانه در امریکا هر چیز سیاسی شده حتی تداوی خود کرونا ویروس یا کووید 19 هم سیاسی شد که شما شنیدین در اخبار که خود رئیس جمهور کوشش میکرد که یکی از دواهای خاص رو بسیار بکنه و حتی به اندازه فشار سر اف آوردن که مجبور شد به شکل امرجنسی یک اپرووال معاقتی ایجاد بکنه به خاطر دوایی که به نام کلوروکین یک دوای ضد مالاریا هست و به خاطر استفاده از او که متاسفانه اون نتیجه بسیار برعکس داد یک مقدار زمان بسیار طولانی یا ضایع کردن سر یک دوایی که اصلاً به ویروس ساخته نشده بود و اون نتایج منفی هم داشت و اکثرت اشخاص از خاطر مشکلات قلبی که داشتن و ساید افکت قلبی که داشت خود دوا از بین رفت یک مسئله این مسائل سیاسی بود مسئله دومش قرنطینه بود قرنطینه بود که به می که انوس و یا قرنطین داره قرنطین 100 درصد نیست مردم میتونن هنوزم بیرون برن مردم هنوزم میخوان که با یک دیگر دیدار بکنن فاصله دستنس یک متر دو متر مراعات نمیشه و این باعث شده که فیصدی اوقات فوق العاده زیاد شود بسیار خوب در اروپا شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا یا شمار قربانیان بیماری کووید 19 امروز متاسفانه از مرز 100 هزار گذشت عوضا بله. چه چگونه است قابل مدیریت است یا روزهای سختتر از این هم در راه خواهد بود این بسیار مشکل است که بگویم که یعنی مدیریت نمیشه به خاطر که بسیار سخت تمام کشورها با هم کار میکنن و من وقتی که میبینم که جرمنی تانس از اون مرحله بسیار خطرناک و وحشتناکی که پیش میرفت و با سرعتی که پیش میرفت خود کنترل بکنه و کنترل بکنه میزان مرگ میره دیگه کشورها هم میتونن که از اکسپرینس از میتودی که جرمنی استفاده کرده او کشورهای اروپایی دیگه هم از او تقلید بکنه از او استفاده بکنن و هنوز هم بسیار وقت کافی داریم که مدیریت بکنیم و میزان مرگ میره با وجود کیسای بلند نگاه بکنیم پس این بسیار مشکل است که بگویم مدیریت نمیشه میشه به خاطر که بسیار به شدت کار میکنن اما اگر ما کوشش بکنیم میتودهایی که خود ما فکر میکنیم که کار میته و از اکسپریانس چین یعنی از تجرباتی که در چین به وجود آمد در جیران مبارزه با کرونا و از کشورهای مثل روسیه که بسیار میزان مرگ میر در حدود 300 نگاه کردن از یا استفاده نکنیم از جرمنی استفاده نکنیم متاسفانه که ما هم میریم به طرف تلفات بیشتر و حتی ممکن است که از امریکا بدتر شد موفقیت ترکیه ببخشین روسیه بب... مقتعی است یا فکر میکنین که همیشگی به حکومت روسیه هجدار داده که روزهای سختتر در راه هست و هجدار داده از بتر شدن اوضاع طبیع است وقتی که ببینن یک نفر که تلف میشه یک مصیبت هست از خاطر وقتی که میگن که ما ممکن است روزهای سخت در نظر در پیش روی داشته باشیم طبیعی هسته که یک نفر اضافه اگر تلفات تلفاتشان یک مصیبت بسیار کلان هست و یا مجبور هستند که می راپور بتن به مردم که ما اگر 300 نفر هستیم ممکن است که سبا 1000 شیم و خوبیش همی است که مردم وقتی کم کار باشن ما میتونیم میزان پایین نگاه بکنیم که ما دیدیم که در روسیه مردم بسیار استقبال کردند و خود دولت بسیار جدی گرفت قرنطینه و حکومت با وجود که یعنی بندازی که جرمنی سخت گرفت روسیه نگرفت اما مردمش در پولیش استاد شد و مراحت کردند که خوشبختانه میزان مرگ میره پایین نگاه کردن این روزهای بعدی که ما و شما میگیم که بسیار وحشتناک هست بر ما یک تلفات وحشتناک است دو تلفات وحشتناک است بر از که 300 نفر شده بسیار وحشتناک است و نمیخواین که یک میزان یک هزار دو هزار،, سی هزار یا ده هزار داشته باشن طبیعی است که وا احترامشان به انسان و انسانیت بیشتر هستک و وا میخواین که میزان مرگی مید بسیار جدی بگیرن و پایان نگاه بکنن بسیار خوب از درمان تلاش بر درمان سخن گفتین که پس از این بحث بحث تلاش بر ساخت واکسین را با شما در میان خواهم گذاشتم ما در بحث درمان پیشرفت صورت گرفته تلاش ها به کجا رسیدن تا حال؟ کمپانی های مختلف هستند که بسیار با شدت کار میکنند یک وبسایت هست به نام نیوز گفتند که یک دوای آنتی ویرال هست که صد او بسیار خوب کار کردن و نتیجه بسیار خوب دادن یک خبر خوش هسته به کل هموطنان عزیز ما و به مردم جهان و یک چند کمپانی ریسرچ در جرمنی و در استرالیا از دواهای ضد شپش سر که ما میگه میشه یا اسکابیس آه آه که انتهه پزید هست یا انتهلمتیک هست که یعنی خصوصیات ضد ویروسی نداره اما از استفاده میکنن که هم نتیجه خوب داده اما WHO سر از قدر حساب نمیکنه به خاطر که از لحاظ مکانیزم فعالیتش کدام دلیل منطقی ضد وایرال نداره و و کسایی که استفاده کردن به شکل سالیتری ترایل کردن یعنی خودشان امی دوار استفاده کردن و دیدن نتیجه خوب داده اما کدام دلیل منطقی نتونستن بتن بدون از اینکه که, که این میتونه سیستم عصبی ویروس فلج کنه که او را نتونستن ثابت بسازن و همچنین یک خبر خوش دیگه که در کانادا یک دکتر بسیار مشهور هسته که واکسین ایبولا را هم کشف کرده بود به نام دکتر گری کوبینگر این واکسین ساخته از نباتات از نباتات ساخته که مثل ویروس هست ویروس شما میفهمین که بیرون ساختارش چه رقم هست اما داخل از او که مواد ژنتیکی داره بسیار خطرناک هست یا عین شکل ویروس یک یک مادر از پلنت یا از گیا ساختن که مثل تخم وارث مثل تخمی که شل یا می پوشش باشه اما درونش سفیدی و زردی نداشته باشه یعنی خالی باشه این وقتی در, در بدن تصدیق میکنن عضویت ما در مقابل از یک نشان میده آنتی بادی می در حالی که بیخی خالی است هیچ هم به بدن ما نمی پس زمانی که ویروس اصلی داخل میشه ای سر شمله می و ویروس از بین میبره بره کینی خبر بسیار خوب هست که یعنی قرار بود که تا 9 ماه الی 11 ماه بگیرن اما خود دکتر گاری کوبنگر ای بسیار خوشبین هست که میتونه در ظرف سه ماه یا چهار ماه آینده ایره اپروفلش از بی بگیره و در بازار بیایه و یک خبر خوش دیگه هست و یک کمپانی دیگه به نام مدرنا که اولین واکسین ساخت و در بازوی یکی از خانما او را پیچکاری کردند که تانوس ریزالت خیلی نکردن اما او زیر تحقیق هستن و نتایجی که گرفتن گفتن ممکن است تا خزان ما ویروس واکسین ویروس کرونا را در بازار عرضه بکنیم پس خبرای طب... خوش است که روحیه بتیم به مردم جهان و افغانستان تشکر اما ب... در حقیقت هم زمانگیر زمان بودن نتیجه کار چه برای ساخت دارو و چه برای واکسین زده ویروس این مسئله نگران کننده است تا خزان به, به،, به،, به جهان بلی. با دشواری های بیشتر روبرو میشه احتمال بله بله. بله دقیقا به خاطر ازی که ما یک روزی که میگذاریم ببینید تفاوت پیشتر شما بسیار زیبا گفتین که در یک روز چقدر تلفات بلند رفت بس ما هر روزی که تال میخوریم میزان تلفات بیشتر میشه اما یک چیز یادتان باشه که ما تداوی ویروس کرونا را پیشتر یا زودتر نسبت به خود واکسینش پیدا می کنیم و ما بسیار نزدیک هستیم و بسیار زیاد نزدیک هستیم به تداویش تداویش ان شاءالله زودتر از واکسین پیدا میشه باز هم اگر ما شما فکر بکنیم یک واکسینی که 12 ماه را در بر میگیره اگر ما بتونیم در سه ماه آینده ایر را اپرووالش را بگیریم و بتونیم که ای را ثابت بسازیم که نتیجه میته باز ما بسیار زیاد میزان مرگ میره میتونیم که پایان نگاه بکنیم بسیار خوب فاصله بین بهار تا خزان گزارش های در آغاز ویروس وجود داشتند که با گرم شدن هوا میزان انتشار و فعالیت این ویروس کاسته خواهد شد از این میزان دقیق هست این بس چیز جریان داره نظریات موجود است در مورد تمپریچر متاسفانه تا انوز عقاید اشتباه وجود داره که میگن که ممکنه هوا گرم شد ما یکم خوبتر شویم ویروس سرعتش کمتر شود نه خیر ما شما در زمانی که بسیار سخت زمستان داشتیم در افغانستان و در کانادا درجه حرارت استرالیا 35 درجه بود یعنی بسیار زیاد گرم بود مثل یک تابستان ترق در افغانستان اما سلام. انوز هم مردم مصاب می شدن انوز هم مردم مریض می شدن و مرگومی در استرالیا جریان داشت تشکر دکتر جالا متخصص امراض داخل از کانادا از این که در برنامه با ما پای و وقت گذاشتین به برنامه ما ممنون شما سلامت و بیننده های گرامی دارد اما هم چند گزارش مرتبط به ویروس کرونا از داخل کشور ببینید وقت بخیر. اینان اعضای خانواده های کسانی هستند که در تجرید خانگی بسر میبرند. اما نتیجه آزمایش های کسانی که در تجرید بسر میبرند برای روزها نامعلوم ماندند. دارو شد. نتایج معلوم نمیشه. اینجا بره میگه بالا برو از بالا که بره میگه پایین برو از اینجا که میرم میگه برو پیش دکتر امین. اونجا که میرم برو میگه بیرو برای باز بز اونجا که بزنین نتایج نامده. دیگر روز بیاریم. برادرم بسیار وضعیتش خراب بود و بر دخترها بسیار شله شدند و تا کسان پل شگرف دیگه 14 روز بعد چیش من نتیجهش منفی است وزارت سهت آمن می گوید که این نمونه ها در آزمایشگاه ها هستند و علت کمبود افزارهای آزمایش نتایج این نمونه ها روشن نشدند در همین حال سر طبیب شفاخانه افغان جاپان می گوید که پس از این بیماری کووید 19 در این شفاخانه آزمایش خواهد شد دا ریپیټ تستونه دي چې دا څو راز کې زموش سره د غوي وبسته شریک شوې ده او هغه ډېر په سورات سره معلوماتوي چې د کورونا د ناروغ اي جي جي او اي جي ام په کوم حالت کې د مثبت او کمنفي هغه موش سره شریک شوې او د غېنموش دافته استفادہ کوو این مرد کې برادرش به وایروس کورونا مبتلاست در همین شفاخانه بستريست از نابوده امکانات برای بیماران انتخاب میکند به توجهی بسیار زیاد آسیجه ایتور مریزاس می اورا دکتر خود از پش خلاص میکنه بگم بیادر تو منفی است پس روز میکنه هشت روز بعد یا شش روز بعد وادالاتی کوما می جایی هم مردمه در حدود یک صد میشه که ما مریض خود آوردیم. ایج آوردیم هیچ کس نیست که باز خاص کنه پرسان کنه پس از ششت روز شنبه در منطقه کارتینو اینجا دیده نمی شود که برگشت و گذار مردم محدودیت ایجاد شده باشد باشندګان این بخش په هیڅ حراس غشت دا گزار میکنند او دستورҳои بهدوشتو را نادیده میگیرند. دا ما په حویلافارمغه چکو می خبر او ډېری پیسې مصرف کوي خصوصا په اتمانه یا کارتناو کې دا خبره هیڅ نهسته دا خلک اته لمرس دسکش سره بلدیان لري. شומاره از باشندګان این بخش کابل میگوين چې برای پیدا کردن نان ناګوزیر هستند که از خونه خویشون بیزون شونډ. حکومت د خلکو سره کومه کوکی هندازو کې څرګند کړه چې کرچوانو ولدا شدته یو بجوړو وړي ورکی نور دې پدی بخيب باندي کو هر سړی رغله ديته ده جزا ورکی اسوی ديګر شومره شهروندان کشور به ویژه بشندګون کابل میخواهن چې برو اجلوګيري از ګوستلش ویروس کرونا در خونهویشان به مراد